گشت مشترک نیروهای هوایی و ویژه افغان بر فراز یکی از ولایت‌های جنوبی افغانستان. نیروهایی که بار اصلی جنگ با تروریسم را بر عهده دارند و حکومت آنها را نیروهای بی‌نظیر در منطقه می‌خواند. حالا با اعلام مجدد ناتو مبنی بر تلاش برای فراهم کردن زمینه آموزش نظامی به این نیروها در بیرون از افغانستان، وزارت دفاع این کشور این اقدام را ارزشمند می‌خواند. ما از تعهدات و ادامه کمک ها و همکاری های کشورهای عضو ناتو و همکاران استراتژیک ما در قبال تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در داخل و بیرون کشور قدردانی میکنیم و به نیروهای ما با ارزش بوده. در حال حاضر افغانستان 40,000 نیروی ویژه، کماندو و هوایی دارد که بیشتر آنان در داخل این کشور و شماره هم در بیرون و در کشورهای مثل ترکیه که عضو ناتو است تعلیمات نظامی را فرا گرفتند. در سالهای گذشته هند و پاکستان نیز میزبان محصلین نظامی افغانستان بودند. اکنون شماره از تحلیلگران و نمایندگان مجلس میگویند که بهترین گزینه ادامه آموزش نظامیان در داخل کشور است. ما استادای مجرد در داخل افغانستان داریم، باید مؤسسات تحصیلی و تعلیمی نظامی را بسیار فعال نگاه کنند، همین مصرفات در داخل افغانستان میکنند. مؤسسات تعلیمی و تحصیلی نظامی در افغانستان ظرفیتاش ارتقا بده و فعال نگاه کنند. بنان اگر به خواست ما باشه، به خواست مردم افغانستان باشه، در داخل خود افغانستان باید آموزش ببینه و خود افغان آموزش دیده جنگ است. به خاطر که اینا کسایی که امروز میره سرباز میشه یا افسر میشه، اینا خودشان نسلی است که در جنگ متولد شده، در جنگ بزرگ شده. افغانستان چندین مرکز و پوهنتون نظامی دارد که محصلین آنها توسط استادان داخلی آموزش داده می شوند. اما برخی ها بدین باورند که برای افزایش مؤثریت و توانایی های قوای مسلح افغانستان باید از تلاش های ناتو مبنی بر آموزش نیروهای ویژه افغان در بیرون از این کشور نیز حمایت صورت بگیرد. تعهد دیروز وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو مبنی بر ادامه کمک هایشان به نظام و همچنین به قوای امنیتی افغانستان یک نوید خوبی برای مردم افغانستان است و ما از آن استقبال میکنیم. اگر این را درست مدیریت کنند، افغانستان در سطح منطقه از بهترین و شایسته‌ترین نیروی نظامی و همچنان از به حساب از یک دولت توانا میتونه برخوردار باشه. روند خروج نظامیان خارجی که از اول ماه می آغاز شده تا کنون حدود 30-40% تکمیل شده است و قرار است که تا 11 سپتامبر قوای مسلح 352,000 نفری افغانستان به گونه کامل وارد مرحله دفاعی مستقلانه شود. پیش از این رئیس جمهور افغانستان نیز با اشاره به قابلیت های نیروهای ویژه افغان که ناتو می گوید زمینه آموزش آنها را در بیرون از افغانستان فراهم می کند، روایت سقوط دولت را نادرست خوانده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.